אחת חברה. Iran wants me to lose so badly because if they do, you know, Iran is a whole different ball game right now. تلاش آمریکا برای برگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، ترامپ میگوید این هفته مکانیزم ماشه را فعال می‌کند. اختلاف سران قوا بر سر پیش فروش نفت، رؤسای مجلس و قوه قضاییه در مخالفت با طرح دولت به رهبر ایران نامه نوشتند. ادامه اعتصاب قضای 3 زندانی سیاسی در اوین، مقام‌های زندان ارتباط آنها با همبندان را محدود کردند. و از قیصریه تا بیت المقدس، معترضان اسرائیلی علیه نتانیاهو تظاهرات کردند. سلام، عصر یک شنبه‌تون بخیر. 26 مرداد 16 اوت، خوش آمدین به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش این هفته کار برگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را در شورای امنیت سازمان ملل آغاز می‌کند. فعال کردن آنچه به مکانیزم ماشه معروف است. دونالد ترامپ همچنین گفته که بعید است با پیشنهاد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برای برگزاری نشست 5+1 و ایران تا قبل از برگزاری انتخابات آمریکا موافقت کند. کسری ناجی از تلاش‌های آمریکا برای ادامه فشار علیه ایران گزارش می‌دهد. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump. دونالد ترامپ دیشب بعد از آنکه روز قبل شورای امنیت به خواست آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران رأی نداد. اینجا در میان خبرنگاران که پرسیدند آمریکا کی می‌خواهد مکانیزم برگرداندن تحریم‌ها را فعال کند. خب ما میدونستیم که آرا چی میشه، ولی ما تحریما رو برمیگردونیم. شما هفته آینده میبینید. بله، هفته آینده میبینید. از آقای ترامپ درباره احتمال توافق آمریکا با برگزاری نشست سران کشورهای 5+1 و ایران پرسیده شد که رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد کرده. احتمالاً نه. فکر میکنم میخوایم تا بعد از انتخابات صبر کنیم. شما میدونید که ایران آرزو میکنه که من در انتخابات شکست بخورم، چون وضع ایران به شدت تغییر کرده. اونا دیگه نمیتونن از تروریسم حمایت کنن چون پولشو ندارن. همین چند روز پیش هم 4 کشتی ایرانی رو توقیف کردیم و به هیوستون آوردیمشون. این کشتی ها قرار بود به ونزوئلا برن که کاریه که نباید میکردن. ایران آرزوش اینه که من در انتخابات شکست بخورم. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به قطعنامه 2231 سازمان ملل است که به توافق هسته‌ای جنبه قانونی داد و در ماده 11 آن به کشورهای ذی‌نفع و از جمله آمریکا حق می‌دهد که از شورای امنیت بخواهند ظرف 30 روز تمدید برداشته شدن تحریم‌ها را به رأی بگذارد. و در ماده 12 هم تصریح شده که در صورت رأی مخالف هر یک از اعضا به تمدید برداشته شدن تحریم ها، همه تحریم های بین المللی سابق علیه ایران مجددا نافذ می شوند. اما آمریکا برای مطرح شدن موضوع در شورای امنیت به دست کم 9 رأی از 15 رأی اعضا نیاز دارد. آمریکا میداند نمیتواند اسنپ‌بک بکند و این در شرایطی است که ایران و بسیاری از سایر اعضای شورای امنیت معتقدند که آمریکا با خروج از برجام دیگر چنین اختیاری ندارد. در کاخ سفید اعلام کرد که ما دیگه عضو برجام نیستیم که از اسنپ‌بک استفاده کنیم. هنوز ترانسکریپت این صورت جلسه این رو سایت کاخ سفید هست، مگر اینکه حالا من الان بگم برن اون جمله شو بردارن. باید دید روند بحث‌های حقوقی این ماجرا در شورای امنیت سازمان ملل به کجا خواهد رسید و آیا آمریکا برای این قدم دومش در شورای امنیت رأی کافی خواهد داشت یا نه. اما آنچه که روشن است این است که برای ایران فشارها همچنان ادامه خواهد داشت تا دست کم بعد از انتخابات آمریکا. کسری‌نجی، بی بی سی. از بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین الملل در مسائل هسته‌ای، درباره مکانیزم حل اختلاف در برجام پرسیدم. در رابطه با اختلافات که اعضای برجام دارند، دو
چارچوب وجود داره برای حل اختلاف. یک، رجوع حل اختلاف به کمیسیون مشترک حل اختلاف برجام که از آنجایی که آمریکا از در ماه می 2018 خارج شد از برجام، طبیعتاً نمیتونه این مسئله رو به کمیسیون مشترک حل اختلاف برجام رجوع بده و اعضا خیلی صریحاً گفتن که آمریکا نمیتونه و همینطور هم هست. از در این صورت این مسئله منتفیه. چارچوب دومی که وجود داره در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت هست که برجام رو تایید کرده و در اون در راستای اون چارچوب طبیعتاً آمریکا میتونه مسئله رو رجوع بده به شورای امنیت. رجوع دادنش حق هر کشوریه، ولی در بعده پیش‌بینی می‌کنم که اولا آمریکا موفق نخواهد بود و دو، این یک مسئله بسیار پیچیده‌ای هست که سابقه قبلی هم نداره و به احتمال بسیار قوی این مسئله رجوع داده میشه به دادگاه بین‌المللی لاهه یا همون دیوان بین‌المللی لاهه به منظور کسب نظرخواهی از دادگاه بین‌المللی که همون advisory opinion of the International Court of Justice هست. من پیش‌بینی می‌کنم حتی تا اونجا هم بکشه، چون قانوناً اینجا حقی برای آمریکا دولت ترامپ وجود نداره. این موقعیت همونطور که گفتین خب خیلی پیچیده است برای شورای امنیت. اگر حالا آمریکا این درخواستش رو ببره به شورای امنیت، چی میشه گفت از نظر نقش این شورا؟ یا به نظر میرسه که نقش شورای امنیت داره برای حل اختلاف خود کمرنگتر میشه؟ بله، مجدداً به نظر من شورای امنیت سازمان ملل در چارچوب منشور سازمان ملل حرکت میکنه و نه بیشتر نه کمتر. البته خب کشورهای مثل آمریکا و اون چهار کشور دیگه که عضو دائم هستن خب حق وتو دارن و حق دیگران رو پایمال میکنن. این در خیلی موارد پیش اومده، ولی به نظر من همونطوری که ما در رد پیشنویس قطعنامه آمریکا مشاهده کردیم، شورای امنیت مستقل و عمل میکنه و گرچه تحت فشار بسیاری بود که حداقل 9 رأی برای آمریکا بیاره، اون 9 رأی رو هم نیاورد. به همین جهت من به شخصه فکر میکنم و نظرم این هستش که سازمان ملل تحت فشار آمریکا تصمیم نخواهد گرفت. یک نماینده مجلس ایران گفته که رؤسای مجلس و قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر ایران مخالفتشان را با تصمیم دولت برای فروش اوراق سلف نفتی در بورس اعلام کردند. ابوالفضل ابوترابی گفته که شیوه مورد نظر دولت با مصوبه جلسه سران قوا تفاوت دارد. دولت گفته بود که قصد دارد در طرح موسوم به گشایش اقتصادی اوراق سلف نفتی را در بورس انرژی به فروش بگذارد، حرکتی که به معنای پیش فروش نفت خام به مردم است. آرش حسنی ها، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با ماست. آقای حسنی ها، چقدر واقعا این مسئله، این طرح دولت میتونه اگر اجرا بشه مشکل کسر بودجه ایران را حل بکنه؟ به هر حال یکی از شیوه های مرسوم برای تامین منابع مالی است فروش اوراق سلف، اما و عدد و رقم هایی هم که در ارزیابی های اولیه منتشر شد که 220 میلیون بشکه نفت قرار هست که در این طرح پیش فروش بشه اوراقش، و با توجه به قیمت نفت حدود 40 دلار و برابری نرخ ارز در سامانه سنا، پیش بینی میشد که رقمی بین 160 تا حدود 200 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دولت به دنبال داشته باشه که خب به طور مشخص میتونه کسری بودجه رو اگر موفق بود و اگر اجرا میشد حل و فصل بکنه. اما نکاتی داشت و ریسک هایی داشت که منجر به انتقادها و گلایه های بسیاری شد. از جمله انتقادهایی که نمایندگان مجلس به اون اشاره میکنن، در واقع به تعویق انداختن این بدهی به آینده است. مثل تمام ابزارهای این چنینی، فروش اوراق مشارکت، اوراق بدهی، در واقع بدهی امروز رو به آینده موکول میکنه که اون بدهی با سودی که بهش تعلق میگیره بر عهده دولت بعدی یا به هر حال مسئول بعدی است که باید اون رو بازپرداخت بکنه. چون سررسید این اوراق هم بیشتر از یک سال که به عمر دولت باقی مونده تعیین شده بود،
انتقال این بدهی یکی از انتقادهایی است که نمایندگان دارن. ریسک‌های دیگری رو هم کارشناسان اقتصادی بهش اشاره کردن، از جمله اینکه اساساً مشخص نیست در زمان سررسید این تعهدات ایران وضعیت فروش نفتش تغییر کرده باشه. قیمت نفت یکی از ریسک‌های مورد نظر هست و دیگر اینکه نرخ برابری ارز هم ریسک سومی است که بر این طرح برشمرده شده از سوی کارشناسان که میتونه تعهدات دولت بعدی رو بسیار بسیار سنگین بکنه. چقدر واقعا اشکال به خود طرحه و چقدر از این اختلافا میتونه در واقع مقابله سیاسی باشه بین مجلس و قوه قضاییه با دولت؟ چند اشکال عمده داره. مهمترین اون این هست که این تصمیم در یک قالب غیر معمولی گرفته شده و اساسا این شورای عالی اقتصادی سران قوا که به دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده در پی تحریم ها برای تصمیم گیری های این چنینی، اساسا تمام روال معمول قانونی تصویب قوانین و تصمیم گیری ها در ایران رو برهم زده. به طور معمول چنین تعهداتی در لایه‌های لوایح سالانه بودجه طراحی میشه، کارشناسان سازمان برنامه میرن میان، جداولی رو میبرند و میآورند و در واقع تعهدات دولت بعدی، میزان بدهی، میزان و تمام جزئیات در لایحه بودجه مورد بررسی قرار میگیره، در نهایت مورد تصویب نمایندگان قرار میگیره. خب این تر از این وضعیت خارج بوده و از مسیر دیگری تصویب شده. این خودش بزرگترین مسئله است که در این میان وجود داره. نکته دیگه‌ای که میتونه برای مردمی که اگر مخاطب این طرح هستن وجود داشته باشه این هست که معمولا در کشورهای دیگه فروش اوراق سلف در بازارها توسط شرکت‌ها صورت میگیره، نه اینکه دولتی که خودشون بازار رو تشکیل داده و خودش فروشنده اون هست این اوراق رو هم بفروشه، که میتونه این هم یکی از ریسک‌های این برنامه باشه که در زمان سررسی با دستور دولتی حاکمیت اتفاقات دیگری براش رقم بخوره. در نهایت این مجادله منتقدان دولت در قوه قضاییه و در مجلس تعلیق اون رو خیلی شدید کرده. بسیار عجیب بود که آقای روحانی و دولتی‌ها طرح گشایش اقتصادی رو به شکلی ارائه کردن که گویی تمام شده است و تمام موافقت‌ها رو به دست آوردن. از این روی انتظاری رو در جامعه درست کردن که اون انتظار در هفته گذشته برآورده نشده و همونطور که دیدیم هم در بازار سرمایه بورس تهران شاهد نوسانات منفی و واکنش‌های منفی به این خبر بودیم که این ناهماهنگی به اون دامن زد. متشکرم. توضیحاتتون آرش حسنی روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با ما، ممنونم. فرانسه و استرالیا از دولت افغانستان خواستند اعضای زندانی طالبان را که در قتل اتباعشان دست داشتند رها نکند. بعد از تایید لویه جرگه مشورتی صلح، رئیس جمهوری افغانستان حکم رهایی 400 عضو زندانی طالبان را که خطرناک خوانده شدند امضا کرد. تا به حال 80 نفر از آنها آزاد شدند، اما ظاهرا طی 3 روز گذشته این روند متوقف شده که انتقاد به گروه طالبان را هم در پی داشته. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. کشته شد. او شهروند فرانسه بود و کارمند امدادرسانی سازمان ملل متحد. طالبان مسئولیت قتلش را بر عهده گرفتند. حالا سفارت فرانسه در کابل از دولت افغانستان خواسته در آزادی شماری از تروریست ها که محکوم به قتل شهروندان فرانسه در افغانستان هستند، به خصوص سربازان و کارمندان امداد، اقدامی نکند. از سال 2001 تا 2019 گفته شده که 86 سرباز فرانسوی کشته شدند. به احتمال زیاد بیشتر آنها در حملات طالبان. استرالیا هم گفته تلاش می‌کند تا یک سرباز سابق اردو ارتش افغانستان که 3 سرباز استرالیایی را کشت در زندان باقی بماند. گفته شده که این سرباز در فهرست 400 زندانی طالب است و قرار است بعد از 7 سال رها شود. عبدالرحمن سعید برادرش در سال 2018 در حمله جنگجیان به هتل اینترکانتیننتال کشته شد. او اما میگوید تصمیم دولت به مذاکره با طالبان اقدام خوبی است. به عنوان یکی از قربانیان این جنگ میخواهد زندانی ها آزاد شوند، چرا که گزینه دیگری نیست.
اگر حمله کنندگان به هتل انترکانتیننتال که برادرم را کشتند اینجا بیایند، با آنها میگویم حالا شما آزاد هستید، اما برای صلح کار کنید. کار کنید که دیگر خون بیشتر نریزد. سه روز می شود که از آزادی 400 زندانی که محمد اشرف غنی فرمان رهاییشان را صادر کرده خبری نیست. معلوم نیست چرا. در سه روز اخیر دو طرف جنگ یکدیگر را به مانع تراشی در برابر آغاز مذاکرات متهم می کنند. مذاکراتی که قرار بود امروز آغاز شود که نشد. و موضوع گیری برخی کشورهای اروپایی مثل استرالیا و فرانسه مبنی بر رهایی زندانان طالبا و گره کور آغاز گفتگوهای صلح بیشتر کرده. برداشت ما ایست که موضوع گیری های اخیر به عنوان یک تاکتیک مطرح میشه و طرف تلاش میکنه که تا بیشتری قدرت را داشته باشه در سر میز مذاکره و اگر وضعیت چنین ادامه پیدا بکنه متاسفانه قربانی از مردم افغانستان خواهد. سالها جنگ در افغانستان شکاف بین دو طرف درگیری را بیشتر ساخته. حالا بسیاری ها منتظر هستند که ببینند چگونه دو دشمن بر سر میز مذاکره کنار می آیند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که این هفته مکانیسم ماشه را برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران فعال می‌کند. به گفته یک نماینده مجلس ایران، رؤسای قوه مقننه و قضاییه در مخالفت با طرح دولت برای پیش‌فروش نفت در بازار بورس به رهبر ایران نامه نوشتند. در ادامه این برنامه، دوپارگی سیاسی بلاروس بعد از بحران انتخاباتی. امروز ششمین روز اعتصاب قضایی نسرین سدهوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در زندان اوین تهران است. سهیلا حجاب، فعال سیاسی، هم از دیروز در حمایت از خواسته خانم سدهوده برای آزادی زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده. بنابر گزارش ها از 5 زندانی سیاسی که اعتصاب قضا کرده بودند، در ششمین روز حال 3 نفر از آنها رو به وخامت گذاشته و به درخواست بقیه اعتصاب قضایشان را شکستند. اما بهنام محجوبی و آبتین جعفریان گفتند که همچنان به اعتصاب قضا ادامه می دهند. از رضا خندان، همسر نسرین سدهوده، درباره دیدار امروز و با خانم سدهوده در زندان پرسیدم. امروز حال عمومیش نسبتاً بهتر بود، اما طی روزهای گذشته، روز پنجشنبه، به شدت حالش وخیم شده، دچار تشنج شده بود و وضعیت خوبی نداشته. البته از رفتن به بهداری امتناع کرده به خاطر شرایط ویروسی بودن و احتمال مریض شدن. سعی کرده حتی امکان نتونه از اونجا استفاده کنه از بهداری و تو این 6 روز گذشته 4 کیلو وزن کم کرده. با توجه به اینکه 4 کیلو برای وزن 53 کیلویی که ایشون در زمان شروع اعتصاب داشته، خب رقم بالاییه که بسیار تعجب برانگیز بود. از وضعیت بقیه زندانیانی که اعتصاب کردند برامون بیشتر توضیح بدین، چون به نظر میاد که بعد از اینکه اعتصاب قضاشون رو شروع کردن الان اعمال فشارها بر اونها بیشتر داره میشه. بله، روزهای گذشته و همچنان امروز سعی کردم مسئولین زندان، و البته این جای تعجبم داره که به پرسنل زندان، رئیس بند، هیچ ارتباطی این موضوع نداره. اونا کارمند زندان هستن، مسئول سلامت و امنیت زندانیا هستن، اما با وجود این هم خودشون هم توسط زندانیان مالی به عنوان وکیل بند سعی کردن اینا رو تهدید بکنن. به ویژه وقتی که یه حرکت اعتراضی به صورت جمعی میشه، به شدت سعی میکنن که سرکوب کنن و اونا رو تهدید کنن که تحت فشار باشن. به ویژه وقتی که کسی اعتصاب قضا میکنه، از دو ناحیه تحت فشاره، هم به لحاظ جسمی خب به شدت فشار تحمل میکنه، و همین که خب تهدیدایی که مسئولین زندان میکنن خب طاقت فرسا میشه تو این شرایط.
البته ما چون از صبح درگیر رفت آمد ملاقات بودیم، من از پایان اعتصاب قضای این سه نفر هیچ اطلاعی ندارم، الان از شما شنیدم، اما ممکنه که خب وضعیت جسمیشون خوب نبوده باشه، به توصیه دوستاش همونطور که شما هم گفتید بخوان که کنار بکشن و تا همین مقدار هم خب حرکت کار ارزشمندی بود همراهیشون و هیچ تفاوتی نمیکنه که تا آخر بتونن کنار بیان با این موضوع همراهی بکنن یا هر چقدر که توان داشتن همراهی کردن. آقای خندان، خواسته خانم ستوده مشخصاً چی هست؟ گفتن که تا کجا ادامه میدن به این اعتصاب قضا؟ خواستشون اونطور که اعلام کردن آزادی زندانیان سیاسیه. البته ایشون قبل از اینکه بیانیه بده و تصمیم به این کار بگیره و آغاز کنه تو موارد متعددی با رئیس قوه قضاییه، دادستان تهران و دادستان کل و همچنین رئیس سازمان زندان‌ها مکاتبات متعددی داشته و نامه‌های زیادی نوشته و از اونها در زمینه حقوق زندانیان کمک خواسته، خواسته که احقاق حق بکنه و اونها رو هشدار بده بهشون، چرا که وضعیت زندانیان بسیار وخیمه، به ویژه که بعد از اینکه این ویروس شایع شد و رسما تو ایران اعلام شد الان نزدیک 6 ماه میگذره و تو این 6 ماه تمامی ملاقات‌های حضوری قطع شده. ملاقات کابینی از نظر ما ملاقات نیست، از پشت تلفن و شیشه و نرده و فلان همه اینها صحبت کردن با تشکیلات هیچ مفهوم ملاقاتی برای خانواده ها نداره. ملاقات در واقع ملاقات حضوری بود، به ویژه بچه ها که هیچ صحبتی حرفی ندارن بخوام پشت تلفن از پشت کابین بخوام بزنن و با وجود خطرات بسیار زیادی که رفتن به سالن ملاقات خانواده ها رو تهدید میکنه، اما گوششون بدهکار نبود به هیچ کدوم از نامه ها، حتی جواب منفی هم ندادن و ایشون نهایتاً اعلام کرده بود تو نامه هاش قید کرده بود که 20 مرداد فرصت میده اگر که به اون خواسته هاشون عمل نکنن با خواسته عام‌تری که آزادی زندانیان سیاسی اعتصاب قضاشو آغاز خواهد کرد. منتها ایشون فکر نمی کردن زندانی های دیگه بپیوندن و این اتفاق خیلی خوبی بود که به هر حال بین زندانی های دیگه هم استقبال شد از این خواسته و اعتصاب قضا. اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بلاروس ادامه دارد. نظامیان بلاروس اعلام کردند که در برابر معترضان نخواهند ایستاد و شماری از آنها هم به تظاهر کنندگان پیوستند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او قول حمایت در برابر مداخله خارجی را داده. مرداد فرهمند گزارش می‌دهد. زنده باد بلاروس. شعار تجمعی در هواداری از تظاهرکنندگان بلاروس در کنار سفارتخانه این کشور در مسکو. رنگ سفید نماد روسیه سفید یا همان بلاروس و پرچم پیشین آن کشور که نماد معترضان شده. این هم پرچم بلاروس دوران شوروی که اکنون با اندک تغییری پرچم رسمی است. اینها در حمایت از اتحاد روسیه و بلاروس در برابر تجمع کنندگان در مسکو ظاهر شدند. این دوگانگی و سرگشتگی در نگاه ناظران به روابط ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو هم هست. آیا اصلا قرار است پوتین پشت لوکاشنکو و در برابر معترضان بایستد؟ نشانه ای از چنین پشتیبانی در دست نیست. دولت روسیه موضع رسمی علیه معترضان در بلاروس نگرفته. لوکاشنکو میگوید پوتین به او قول داده که در برابر مداخله نظامی خارجی برای بزیر کشیدن او حمایتش خواهد کرد. اما تا به حال کسی حرف از مداخله نظامی خارجی نزده. برعکس، نظامیان داخلی اند که میگویند از رویارویی با تظاهرکنندگان سر باز خواهند زد. عده‌ای هم به تظاهرکنندگان پیوستند. در جنبش بلاروس برخلاف جنبش 6 سال پیش در همسایه‌اش اوکراین که روسیه علیهش مداخله کرد، نشانه‌های ضد روسی و غربگرا دیده نمی‌شود. حتی بنابر پاره‌ای تحلیل‌ها، زوج تیخانوفسکی به روسیه متمایلند و ولادیمیر پوتین بعدش نمی‌آید که یکی از آنها جای لوکاشنکو را بگیرد.
مرتضی فرهمند، بی بی سی. دیشب بار دیگر مخالفان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به خیابان آمدند و علیه او تظاهرات کردند. این اعتراض‌ها در شهر بیت المقدس نزدیک اقامتگاه نخست وزیر و چند شهر دیگر اسرائیل برگزار شد. معترضان همچنین در شهر قیصریه نزدیک منزل شخصی آقای نتانیاهو تظاهرات کردند. آنها میگویند که او فاسد است و باید از مقامش استعفا کند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. در هشتمین هفته اعتراض‌ها که شنبه شب‌ها در اسرائیل برگزار می‌شود، معترضان گویی از همیشه آماده‌ترند برای اعتراض سیاسی آمیخته به ابتکارات جدید که تظاهرات را بیشتر به یک کارناوال پرشور شبیه کرده. ظاهراً توافق صلح اسرائیل و امارات هم این معترضان را راضی نکرده و همچنان به دنبال سقوط بنیامین نتانیاهو هستند. من اینجام چون فساد به سطح غیر قابل تحملی رسیده و ما دیگه آینده‌ای برای خودمون متصور نیستیم. من شخصا وضعم بد نیست، ولی خیلی ها بیکارند و نمیدونن باید چی کار بکنن. اینجا بیت المقدس است، در نزدیکی سکونتگاه رسمی نخست وزیر اسرائیل. اما اعتراض‌های شبیه به این در سراسر اسرائیل برگزار شده و بعضی از رسانه‌ها تعداد معترضان در سراسر کشور را حدود 50 هزار نفر تخمین زدند. مهمترین خواسته معترضان استعفای نخست وزیری است که برای نخستین بار در تاریخ اسرائیل همزمان با پست نخست وزیری در حال محاکمه در دادگاه به اتهام فساد مالی است. نتانیاهو بلاهای زیادی سر مردم و سر ما آورده. فساد مهمترینشه. او فاسد، بدجنس، بدبین، دزد، به زبون ساده دیکتاتوره. آقای نتانیاهو همه اتهامات را رد کرده و این معترضان را چپی‌های آنارشیست خوانده. اینجا هم خان یونس در نوار غزه است، تقریبا در همان ساعات که در اسرائیل تظاهرات برگزار شد. اسرائیل میگوید که در پاسخ به بمب‌های بالونی آتشزا مواضع حماس را هدف قرار داده. تنش تازه میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در واقع نتیجه واکنش فلسطینی‌ها به توافق صلح اسرائیل با امارات است، توافقی که در نگاه سازمان حماس خیانت امارات توصیف شده و بنیامین نتانیاهو را علاوه بر اعتراض‌های سیاسی داخلی با تنشی جدی در مرزهای کشورش با نوار غزه روبرو کرده. کیوان حسینی، بی بی سی. با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر این بخش را از دست دادید، تا لحظات دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.